سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم یاد بگیم که چطور تو نرم افزار اسکچاپ از صحنه‌مون یه رندر پانوراما یا 360 درجه بگیریم. خب من اینجا صحنه ای رو دارم تو نرم افزار اسکچاپ و حالا میخوام با استفاده از ویری از صحنه‌م یه رندر پانوراما بگیرم. خب من اول از صحنه‌م اسد ادیتور رو باز میکنم، میرم تو بخش ستینگش و تو ریلوت کامرا میام و تایپ کامرامو رو حالت ویری اسفریکال پانوراما قرار میدم. خب حالا میام از ریلوت رندر آوتپوت رزولوشن رندرم رو اینجا مشخص میکنم. من میام و رزولوشنش رو روی 3000 در 1500 قرار میدم که میاد و یک کیفیت نسبتا مورد قبولی رو بهم میده، ولی خب قدرت زوم خیلی بالایی نداره. ولی حالا اگه شما بخواید رزولوشن کارتون رو بالاتر ببرید، میتونید رو روی عدد 6000 بر روی 3000 هم قرارش بدید. خب من همین 3000 رو در نظر میگیرم و چون حالا میخوام که پانوراما به حالت رندر فاینال بگیرم، میام یه سری تنظیمات رو براش انجام میدم. خب اول از همه باید حالت اینتراکتیو رو غیر فعال کنیم چون میخوام که رندر فاینال بگیریم، و بعد از اون میام و پروگرسیو رو فعالش میکنم. پارامتر بعدی کوالیتی هستش که میتونید اونو بسته به سیستمی که داری تنظیمش کنید. من همین حالت مدیوم رو براش در نظر میگیرم. بعد از اینکه میام و کوالیتی رو تنظیم میکنیم، حتما یادتون باشه که بیایید و توی پارامتر کوالیتی نویز لیمیتتون رو هم تنظیم کنید. میزان نویز لیمیتی که من میخوام برای رندرم در نظر بگیرم مقدار 1/100 هستش، که خب اگه بخواید حداقل نویز توی رندرتون داشته باشید، میتونید عددش رو تا حدود 5000 هم کمش کنید. خب حالا من برای رندری که میخوام همین عدد 1/100 رو در نظر میگیرم. پارامتر بعدی که میام تنظیم میکنم مین ساب دیوایز و مکس ساب دیوایز، که میام مین ساب دیوایز هم رو روی 1 و مکس ساب دیوایز هم رو روی عدد 24 قرار میدم. و مقدار شیدینگ ریت رو همین مقدار پیش فرضش عدد 6 که هست قرار میدم، اونو تغییرش نمیدم. خب پارامتر بعدی که میخوام تغییرش بدم آپدیت افکت هستش، که میام اون رو حالت آفن قرار میدم. خب من تنظیمات رندرم رو انجام دادم، حالا میام رندر رو میزنم تا شروع کنه به رندر گرفتن. خب همونطور که میبینی داره از صحنه‌مون به صورت پانوراما رندر میگیره. خب من ویدیو رو پوز میکنم و وقتی که رندرمون تموم شد برمیگردیم تا نتیجه کار رو ببینیم. خب این نتیجه کارمون هستش که من اومدم اون رو تو فرمت JPEG سیوش کردم، و حالا برای اینکه بخوام داخل فضا بچرخم و رندرم رو به صورت 360 درجه داشته باشم، میخوام که از یه اپ به نام GoPro VR Player استفاده کنم که میتونیم اونو از سایت gopro.com دانلودش کنید. خب حالا من میام و این اپ رو بازش میکنم. خب من میام از بخش سلکت فایل عکسام رو انتخاب میکنم و اوپن رو میزنم. خب همونطور که میبینید میتونیم خیلی راحت داخل صحنه‌مون بچرخیم و جزئیات صحنه‌مون رو به صورت 360 درجه داشته باشیم.